سلام، به یکی دیگه از قسمت‌های آموزش عکاسی با من فرز ایبلایان خوش اومدید. قراره تو این قسمت با هم وایت بالانس رو بررسی کنیم، پس با ما همراه باشید. برای اینکه بتونم وایت بالانس رو بهتر توضیح بدم، همین اول کار میام وایت بالانس رو به صورت کامل از روی دوربین حذفش میکنم تا ببینیم اگر وایت بالانس نبود چه اتفاقی برای عکس ما میافتاد. فرض کنید من از یک کاغذ A4 سفید در حال عکاسی هستم. اگر از همین کاغذ سفید بدون در نظر گرفتن وایت بالانس زیر نور غروب خورشید عکاسی کنم، این کاغذ سفید من به رنگ قرمز متمایل میشه. و اگر از همین کاغذ سفید دوباره بدون در نظر گرفتن وایت بالانس زیر نور ماه و قبل از طلوع آفتاب عکاسی بکنم، این کاغذ سفید من به رنگ آبی متمایل میشه. در واقع چشم ما این کاغذ سفید رو سفید میبینه، چه در هنگام غروب خورشید باشه چه قبل از طلوع خورشید باشه. در واقع چشم ما در قضاوت رنگ سفید منابع مختلف نوری عملکرد بسیار بسیار مناسبی داره، اما دوربین بدون کمک عکاس و بدون تنظیم کردن وایت بالانس دچار خطا میشه. همونطور که دمای آب قابل اندازه‌گیری هست و ما با اندازه‌گیری دمای آب متوجه میشیم که آب ما گرمه یا سرده، دمای نور هم قابل اندازه‌گیری هست و ما با اندازه‌گیری دمای نور متوجه میشیم که نور ما گرمه یا سرده. هرچقدر دمای نور ما پایین‌تر باشه و درجه کلوین ما به سمت 1000 و 2000 بره، عکس ما به رنگ قرمز متمایل میشه. و هر چقدر دمای عکس ما بالاتر باشه و تقریبا درجه کلوین ما به سمت 9000 و 10000 بره، عکس ما به رنگ آبی متمایل میشه. اگر بخوایم تا همینجا وایت بالانس رو به صورت خیلی خیلی ساده تعریف بکنیم، وایت بالانس معیاری برای سنجش میزان گرمی یا سردی رنگ عکس ما هستش. عکاس نسبت به نیازش و اینکه از چه منبع نوری داره استفاده میکنه و یا خلاقیتی که میخواد برای عکس خودش به خرج بده، وایت بالانس رو تنظیم میکنه. تنظیمات وایت بالانس دوربین در واقع برای به دست آوردن دمای رنگ نور محیط هستش. در تنظیمات دوربین های عکاسی حالتهای از پیش تنظیم شده برای تنظیم رنگ منابع نور وجود داره. در حالت اوتو وایت بالانس، دوربین بر اساس دمای رنگ و شرایط نوری محیط به صورت خودکار سفیدی تصویر رو تنظیم میکنه. در حالت کلوین، دوربین رنجی از مقدار دما برای تنظیم میزان وایت بالانس در اختیار ما قرار میده و ما به صورت دستی میتونیم با توجه به نور محیط و یا خلاقیت خودمون وایت بالانس رو تنظیم کنیم. یک سری حالت‌های پیش‌فرض هم وجود داره که برای راحت شدن کار ما در هنگام عکاسی دوربین چند حالت به صورت پیش‌فرض در اختیار ما قرار میده: حالت روشنایی روز، حالت سایه، حالت ابری، حالت تنگستن، حالت فلورسنت و حالت فلش، که با توجه به اینکه سوژه ما از کدوم یکی از حالت‌هایی که گفتم در حال دریافت نور هست، وایت بالانس خودمون رو تنظیم می‌کنیم. در این بخش حالت‌های پیش‌فرض رو با هم مقایسه می‌کنیم. از یک منظره ثابت با وایت بالانس‌های پیش‌فرض عکاسی می‌کنیم تا تأثیر وایت بالانس رو در عکاسی ببینیم و در آخر تمامی این حالات رو با حالت اوتو وایت بالانس مقایسه می‌کنیم. و حالت دیگه حالت کاستوم یا حالت سفارشی است. در این حالت عکاس با همراه داشتن یکی از موارد کارت خاکستری 18%، نوار سیاه سفید و خاکستری، کالر چک و یا اکسپو دیسک و اگر هیچ کدوم در دسترس نبود، به کمک یک کاغذ کاملا سفید اقدام به تنظیم وایت بالانس میکنه. به این ترتیب که بعد از تنظیم نوردهی مناسب، یکی از ابزاری که گفتم و برای تنظیم وایت بالانس در محلی که سوژه قرار داره قرار میده و بعد از اون وارد منوی تنظیمات اصلی دوربین میشه و به منوی کاستوم وایت بالانس میره و دکمه ست رو میزنه. البته به صورت کاملا خلاصه کاستوم وایت بالانس رو گفتم که در ویدیوی بعدی آموزش کامل اون رو میذارم. در آخر راه‌های دسترسی به تنظیم وایت بالانس رو میبینیم.
you.